کنفرانس در پارلمان انگلستان، سخنان خانم مریم رجوی و سخنرانی اعضای هر دو مجلس عوام و اعیان از احزاب مختلف، نقش مخرب رژیم ایران در منطقه، راه حل مقابله با آن. فراخوان نمایندگان مجلسین انگلستان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر جنگ افروزی در منطقه، لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان، حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورا و برنامه ده‌ماده‌ای خانم مریم رجوی. خانم مریم رجوی: رژیم استبداد مذهبی منشأ جنگ و تروریسم در منطقه است. استراتژی صحیح سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. امروز حتی آنهایی که ناباورند و کشورهایی با منافع مشخص نمی توانند انکار کنند که سر مار جنگ افروزی و تروریسم در تهران تحت حاکمیت آخوندهاست. از این رو بار دیگر جهان را به اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل رژیم استبداد مذهبی در ایران که لازمه صلح در منطقه و جهان است فرا می خوانم. روز چهارشنبه 11 بهمن 1402 یک کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان هر دو مجلس عوام و اعیان از احزاب اصلی انگلستان درباره نقش ویرانگر رژیم آخوندی در منطقه و راه حل‌های مقابله با آن برگزار شد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت که به صورت آنلاین به این کنفرانس وصل شده بود برای نمایندگان حاضر در کنفرانس سخنرانی کرد. نمایندگان مجلسین عوام و اعیان انگلستان طی سخنانی خواستار حسابرسی از رژیم آخوندها به خاطر جنگ افروزی و تشدید بحران در منطقه شدند و از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی و طرح ده ماده‌ای وی حمایت کردند. سخنرانان دولت انگلستان را به قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی این کشور فراخواندند. سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند از لورد دیوید آلتون، عضو ارشد مجلس اعیان از حزب لیبرال، بارونس ایتون، نماینده ارشد مجلس اعیان از حزب محافظه‌کار، بارونس ورما، عضو مجلس اعیان انگلستان، معاون پیشین پارلمانی وزارت توسعه بین المللی، لورد بلینگهام، عضو مجلس اعیان، معاون وزیر خارجه در دولت کامرون، لورد لری ویتی، عضو مجلس اعیان، وزیر سابق از حزب کارگر، لورد هکینگ، عضو مجلس اعیان از حزب کارگر، آنا فرث، نماینده ارشد مجلس عوام از حزب محافظه‌کار، ترزا ویلیرز، نماینده مجلس عوام، وزیر پیشین محیط زیست، ریچل ماسکل، نماینده مجلس عوام، وزیر سایه از حزب کارگر، جیم شانون، سخنگوی حقوق بشر حزب اتحاد ملی ایرلند در مجلس عوام، مارتین دی، سخنگوی حزب ملی اسکاتلند در امور حقوق بشر در مجلس عوام. در این کنفرانس که با مدیریت خانم آنا فرس برگزار شد، خانم مریم رجوی که به صورت آنلاین وصل شده بود، طی سخنانی گفت: جنگ کنونی خاورمیانه قربانیان انبوه بر جا گذاشته و متاسفانه بدون هیچ نشانه ای از توقف همچنان ادامه دارد. این خونریزی و ویرانی بهای سنگین است، اما یک حقیقت را برجسته کرده است: رژیم استبداد مذهبی منشأ جنگ و تروریسم در این منطقه است. تنها صحبت کردن علیه رژیم بدون یک عمل مشخص و یا تحریم تعدادی از فرماندهان سپاه یا مقامات نمیتواند این رژیم را متوقف کند. امروز حتی آنهایی که ناباورند و کشورهایی با منافع مشخص
نمی توانند انکار کنند که سر مار جنگ‌افروزی و تروریسم در تهران تحت حاکمیت آخوندهاست. از این رو بار دیگر جهان را به اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل رژیم استبداد مذهبی در ایران که لازمه صلح در منطقه و جهان است فرا می خوانم. Apart, despite an atmosphere of absolute repression, the Iranian people have defied the regime. آنا فرز، نماینده ارشد مجلس عوام انگلستان گفت، بحران در خاورمیانه به بدترین حالت تبدیل شده است. همزمان، رژیم ایران اعدام مخالفان را به طرز چشمگیری افزایش داده است. من معتقدم که راه صلح در خاورمیانه با یک موضع محکم و متحد در برابر رژیم ایران آغاز می شود. آنا فرز افزود، من به نسل جوان مردان و زنان ایرانی که در قالب کانونهای شورشی سازماندهی شده اند، ادای احترام می کنم. اقدامات آنها عامل تقویت روحیه مقاومت و تضعیف روحیه نیروهای سرکوبگر رژیم است. Women leadership of resistance units inside Iran and of the uprising shows the power of women in Iran. بارونس ایتون در سخنان خود گفت رهبری زنان در کانونهای شورشی در داخل ایران و در قیام نشان دهنده قدرت زنان در ایران است. دولت ما باید از آنها حمایت کند و حق زنان و جوانان ایرانی در کانونهای شورشی برای مقابله با سپاه پاسداران وحشی را به رسمیت بشناسد. ما باید از آنها حمایت کنیم. The regime in Iran is escalating the conflict in the Middle East not because it's strong but because it's weak. And secondly, the regime is fomenting. لرد دیوید آلتون سخنران دیگر این کنفرانس بود. وی از جمله گفت رژیم ایران در حال تشدید درگیری در خاورمیانه است. نه به این دلیل که قوی است، بلکه به این دلیل که ضعیف است. علاوه بر این، رژیم در حال دامن زدن به جنگ در منطقه است تا سرکوب داخلی را پنهان کند. این را نیز پرونده‌های ساختگی و رسیدگی‌های قضایی قوه قضاییه فاسد رژیم علیه بیش از 100 عضو مجاهدین خلق ثابت می‌کند. And judicial proceedings. And I absolutely agree what's been said about the evil role of the Islamic Revolutionary Guard Corps. We absolutely must prescribe them as soon as practically possible, and that means now. لرد بلینکام در سخنان خود گفت: من با آنچه در مورد نقش شیطانی سپاه پاسداران گفته شد کاملا موافقم. ما باید با این واقعیت روبرو شویم که رویکرد و سیاست اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا در قبال رژیم ایران شکست خورده است و حاصل سیاست مهار و تعامل با رژیم بوده است و این آشکارا جواب نداده است. بنابراین ما به یک استراتژی جدید نیاز داریم.